با سلام و درود به همیهنان عزیز و همینطور سلام و درود به آقای بهبهانی عزیز و با تشکر از ایشون که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز صحبت کنم. همونطور که دفعه گذشته عرض کردم، یک چهار هفته برنامه ما درباره سلامتی خانم ها خواهد بود. هفته گذشته درباره آمنوره صحبت کردم. ببخشید، امروز درباره دیسمنوره صحبت میکنم. دیسمنوره یعنی رگل دردناک. کلمه دیسمنوره برای مشکلات ماهانه به طور کلی به کار میرفته. به زبان یونانی دیس به معنای مشکل و به طور کلی این لغت رو برای دردهای قسمت پایین شکم به کار می بردن که قبل از رگل و یا همراه اونه و معمولا 2 تا 3 روز طول می کشه. و کلمه الگومنوره کلمه درستریه. الگو به معنی درده. دردهای قاعدگی بر حسب سن در بین 50 تا 80% خانم ها وجود داره. ببخشید. و در بین اونها 5 تا 15%شون به اندازه رنج میبرن که مجبورن برنامه روزانهشون رو عوض کنند، مانند استراحت مجبوری و غیبت از کار و مدرسه. قاعدگی معمولا در اواخر نوجوانی و چند سالی قبل از یائسگی دردناکه، زیرا زمان تغییرات هورمونیه. دردهایی که در این زمان زندگی پیش می آیند معمولا نگران کننده نیستند و هیچ عامل بیماری ژنیکولوژیکی را ندارند. در نزد نوجوانان با گذشت زمان دردها کمتر می شود و اغلب پس از اولین بارداری از بین می رود. اگر دردها بسیار شدید هستند و پس از خونریزی هم ادامه دارند، می توانند نشان دهنده اندومتریوز باشند. چه موقع باید به پزشک مراجعه کرد؟ وقتی که دردها بسیار شدید هستند که وضع زندگی و روحی شخص را خراب میکنند. در نزد خانم هایی که چند سال قاعدگی طبیعی داشتند و کرمپ های قاعدگی شدیدتر شده و یا همراه منوراژی یعنی خونریزی زیاد و طولانی و یا خونریزی بین 2 قاعدگی غیر طبیعی می شوند، باید حتما به پزشک مراجعه کنند. ببخشید. توجه. اگر دردهای قاعدگی همراه با تب و یا قبل از قاعدگی تب وجود داشته و یا ترشحات واژینال غیر طبیعی است، باید بلا فاصله به پزشک مراجعه کرد. اشکالاتی که ممکنه پیش بیاد. در اغلب موارد دیسمنوره تنها اشکالی که تولید میکنه و وجود درده، ولی اگر دردها شدید و تکراری و درمان نشده باقی بمانند، می تواند باعث نگرانی روانی و حتی دپرسیون بشه. به هر حال مهمه که یک مشکل ژنیکولوژیک که باعث این دیسمنوره شده درمان بشه تا مشکلات شدیدتر نشه. باشه. دردهایی که در پایین شکم یا پایین کمر احساس می شوند بر اثر انقباض رحم تولید می شوند و در غیاب بارداری چون عمل لقاح انجام نشده، تخمدانها استروژن و پروژسترون ترشح نمی کنند و این باعث انقباضات رحمی می شود و در نتیجه آن اندومتر یعنی پوشش مخاطی رحم همراه خون به خارج رانده می شود.
و در نزد بعضی خانوم ها این انقباضات شدیدتر است و این علت اصلی دردهای قاعدگی و بر اثر اون ترشح بیش از حد معمول پروستا گلندین توسط اندومتر ترشح میشه، این باعث انقباضات رحمی میشه. پروستاگلندین روی عضلات دیگری هم اثر میذاره و باعث میشه که بیماری های دیگر، ناراحتی های دیگری مثل حالت تهوع، استفراغ و سردرد همراه با دیسمنوره باشه. عکس العمل این انقباضات رحمی در نزد همه خانم ها یکسان نیست. بعضی ها احساس میکنند که شکمشون حساس تر شده، ولی بعضی ها دردهای شدید دارن. معمولا در موقعی که رگل ها زیادتر است دردها شدیدترند، زیرا رحم میخواهد اندومتر را به خارج برانه، دفعشون کنه. سمپتوم ها، کسانی که بیشتر ممکن است دچار شوند و عواملی که باعث رگل های دردناک می شوند رو خدمتتون عرض کنم. اول از سمپتوم ها شروع میکنیم. سمپتوم های دیسمنوره معمولا به طور متوسط 2 تا 3 روز طول میکشه و سمپتوم های دیگرش از دردهای اسپاسمودیک یا یک دردهای مبهم در قسمت پایین شکم که کمی قبل از قاعدگی شروع میشه و چندین روز طول میکشه. بعضی وقتها دردها به پایین کمر و داخل رانها هم تیر میکشه. این خانم احساس ضعف و بیحالی عمومی داره و میتونه دچار سردرد، اسهال، تهوع و استفراغ هم بشه. حالا چه کسانی میتونند این علائم رو داشته باشن؟ تمام خانوم ها میتونن از این سمپتوم ها رنج ببرن، ولی عواملی که عرض میکنم اغلب باعث شدت تولید این سمپتوم ها میشه. یکی اولیش این که این خانوم مادر یا خواهری داشته که از دیسمنوره رنج قبلا برده یا هنوز رنج میبره. اگر این بانو قبل از 11 سالگی به بلوغ رسیده باشه و اگر اضافه وزن داشته باشه و همچنین زندگی کردن در شرایط سخت اجتماعی و یا نگرانی های روانی هم باعث میشه که این سمپتوم ها به وجود بیاند و شدیدتر بشه. بعضی چیزا میتونه سمپتوم ها رو شدیدتر بکنه. خدمت رو عرض میکنم. اولیش مصرف دخانیاته، بیشتر همون ما میگیم سیگار، اینجا میگن سیگارت. کشیدن سیگار باعث تشدید این سمپتوم ها میشه. عدم حرکات ورزشی، نوشیدن الکل در هنگام قاعدگی، نگران بودن، استرس داشتن و فشارهای روانی و همینطور داشتن استریله مسی. استریله یعنی همون آیودی. برعکس، استفاده از استریله حاوی هورمون‌های پروژستاتیف که بهش میگن استریله میرنا میتونه به طور قابل توجهی دردهای قاعدگی رو کم بکنه. عرض کنم حضورتون، پیشگیری از دیسمنوره و یا رگل های دردناک، چند راهنمایی عمومی خدمت رو عرض میکنم. اجازه بدین. بله، اول پیشنهادات تغذیه‌ای برای پیشگیری و کم کردن دردهای قاعدگی. مهمترینش کم کردن مصرف شکر و قندهای تصفیه شده، چون که شکر باعث زیاد شدن ترشح انسولین میشه و
وقتی که انسولین زیاد باشه، اون زیادی انسولین باعث تولید پروستاگلاندین میشه، پروستاگلاندین های پروانفلاماتوار. و طبق یک مطالعه علمی کوچک اپیدمیولوژیک در دانمارک که بر روی 181 خانم در سنین 20 تا 45 سالگی انجام شده، نشون داده که خانم هایی که اومگا 3 با منشأ دریایی مثل ماهی های پرچربی و یا گیاهانی که اومگا 3 دارند مثل تخم خشخاش، اینها مثل روغن تخم خشخاش استفاده کردن، اینها از دیسمنوره کمتر رنج میبرن. هرچی ممکنه کمتر از مارگارین و روغنهای گیاهی جامد که دارای چربیهای ترانس میباشند باید از این مصرف اینها باید خودداری بشه، چون که این چربیهای ترانس منشأ پروستاگلاندین های پروانفلاماتوار هستند. مسئله بعدی مصرف گوشت قرمزه. مصرف گوشت قرمز رو باید قطع کرد برای اینکه حاوی مقدار زیادی اسید آراشیدونیک هستن که یک اسید چربه که اون هم منشأ پروستاگلاندین های پروانفلاماتواره. و یک مطالعه که در سال 2000 بر روی 33 خانم انجام شده پیشنهاد میکنه که از یک رژیم گیاهخواری کمچربی استفاده بشه تا شدت و مدت دیسمنوره کمتر بشه. خانمایی که دچار دیسمنوره هستن میتونن با کمک یک متخصص تغذیه مطالعه کنن ببینن آیا دچار کمبود ویتامین C، ویتامین B6 و یا منیزیم هستند یا نه، چون که اینها برای متابولیسم پروستاگلاندین ها ضروری هستند و کمبود اونها باعث انفلاماسیون میشه. مسئله بعدی اینه که هنگامی که دردها وجود دارند از نوشیدن قهوه باید خانم‌ها خودداری کنند، چون که نه تنها خستگی و استرس رو در رفع نمی کنه بلکه باعث شدت درد هم میشه. استرس های مزمن همونقدر برای بدن صدمه میزنن که تغذیه نامتعادل، زیرا هورمون های استرس یعنی آدرنالین و کورتیزول باعث تولید پروستاگلاندین های پروانفلاماتوار میشن. ببخشید عرض کنم میگن گل بود به سبزه نیز آراسته شد و زبنده است. کلینیک مایو که کلینیک مشهوریه در آمریکا به خانم هایی که هر ماه دچار قاعدگی دردناک هستن پیشنهاد میکنه که از یوگا، مراقبه و ماساژ استفاده کنند و ضمناً یک راههایی رو پیدا کنند که بهتر بتونن استرساشون رو کنترل کنند، اون استرسا رو کمش کنند. یا حتماً که نمیشه 100% برد ولی خب میشه کمش کرد. درمانهای دارویی، اولیش آنتی انفلاماتورهای غیر استروئیدی هستند. دردهای قاعدگی معمولا با آنتی انفلاماتورهای غیر استروئیدی آرام میشن. داروهایی مثل ادویل یا موترن، اینها رو بدون نسخه میشه خرید. اگر این داروها رو نباید مصرف کنید، معمولا اگر مشکل روده ای دارید نباید ادویل مصرف کنید و موترن همینطور. اگر این داروها رو نباید مصرف بکنید، یک داروهای دیگری هست که پزشکتون میتونه تجویز بکنه که در هنگام شروع سمپتوم ها به مدت 2 تا 3 روز مصرف میشه.
و باعث آرامش دردهای تولید شده بر اثر انقباضات رحمی و همینطور سردرد، حالت تهوع و اسهال میشه. باید دانست که آنتی انفلاماتورهای غیر استروئیدی آثار ثانویه ناخواسته هم دارند که مهمترین اونها عبارتند از سوزش معده، اسهال، دردهای شکمی و سردرد. و با اینکه این داروها معمولا آرام بخش هستند، ولی 20 تا 25 درصد بانوان با این داروها مشکلاتشون برطرف نمیشه، یعنی این داروها روشون اثر نداره. قرص های ضد بارداری، میشه این سمپتوم ها رو با قرص های ضد بارداری هم آرومشون کرد که از اوبولاسیون جلوگیری میکنه و باعث میشه که این باعث میشه که تولید پروستاگلاندین ها و خونریزی قاعدگی و در نتیجه دردهای همراه اون کمتر بشه. بعضی از خانم ها ترجیح میدن که اصلا رگل نشن و از قرص های ضد لقاح به طور دائم مصرف میکنن که در نتیجه از مشکلات رگلی و درد در امان خواهند بود. تزریق دپو پروورا نیز باعث آمینوره میشه. البته میشه از ضد بارداری که فقط پروژستاتیف دارند مرتبا استفاده کرد که باعث میشه که خونریزی خیلی کم و یا حتی قطع بشه که در نتیجه این مشکل تحمل درد برطرف میشه و پس از قطع دارو این قاعدگی دوباره شروع خواهد شد. داروهای ضد بارداری تزریقی یا این دپوپروورا یک داروی ضد بارداری تزریقیه که باعث میشه آمینوره تولید میکنه، ولی به خاطر داشته باشید که دارای عوارض نامطلوب و ناخواسته هم هست، مثل خونریزی های نامرتب، اضافه شدن وزن، کم شدن میل جنسی، به اضافه اینکه این عوارض تا 4 ماه پس از تزریق ادامه داره تا اثر دارو تمام بشه و شخص به حالت اولیه برگرده. استریله یا آیودی، راه درمانی دیگر قرار دادن استریله میرنا که حاوی یک پروژستاتیفه در داخل رحمه که هم اثر ضد بارداری داره و هم به طور قابل توجهی قاعدگی و دردها رو کم میکنه. البته هر 5 سال یک مرتبه باید عوضش کرد. در صورتی که آمنوره بر اثر مشکلات ژنیکولوژی باشه، پزشک علت اصلی دردها و خونریزی ها رو درمان میکنه که میتونه بر اثر فیبروم رحمی یا آندومتریوز باشه. قبلا درباره فیبروم رحمی و آندومتریوز عرایز خدمت رو عرض کردم، صحبت شده. عرض کنم چند راهنمایی برای کم شدن دردها. 1. کیف آب گرم یا بطری آب گرم، یا اینجا ساک هایی هست بهش میگن ساک ماژیک که میشه تو میکروویو گذاشت گرمش کرد، خلاصه هر کدومش شد. اینها رو میشه روی شکم و قسمت پایین کمر قرار داد، کمک میکنه به کم شدن دردها. 1. حمام آب گرم یا دوش آب گرم، منظور از حمام همون وانه، به تو آب، توی آب گرم خوابیدن در توی آب گرم کمک میکنه. ورزش های سبک مثل کشش عضلات، پیاده روی یا دوچرخه سواری. از نزدیکی قاعدگی و هنگام اون باید استراحت کرد و اجازه نداد که مسائل استرس کننده پیش بیاند.
به طور کلی دیسمنوره یک سمپتوم رایجه، مخصوصا در نزد تازه بالغین که قاعدگی آنها شروع میشه، ولی در هر حال یک سمپتوم ساده نیست. رگل های اولیه با مصرف ادویل یا موترن و یا آنتی انفلاماتوار های غیر استرویدی با تجویز و نسخه پزشک آرام میشن و اگر مؤثر واقع نشد از یک قرص های ضد بارداری استوپروژستاتیف و یا پروژستاتیف به تنهایی که توسط پزشک تجویز میشه استفاده میشه. در صورت لزوم پزشک میتونه پیشنهاد کنه که این درمان یک مدتی ادامه داشته باشه تا دستگاه تولید مثل رو در حالت استراحت بذاره و از تولید رگ جلوگیری بشه. در صورتی که دیسمنوره شدید باشه، مخصوصا در اندومتریوز، پزشک میتونه پیشنهاد کنه که یک استریله رحمی حاوی پروژسترون یا همون میرنا نصب بشه و حتی در نزد یک دختر جوان که هرگز باردار نشده میشه این کار کرد، چون که اندومتریوز یک خطر برای نازایی در سنین بعدی و به طور دقیق و کامل باید درمان بشه. درمان های مکمل. برنامه امروز ما زیاد طولانی نیست، فکر کنم لازم نباشه وسطش یک آهنگ بذاریم، همینطور ادامه میدیم. از کنم درمان های مکمل باید توجه داشت که مطالعات کلینیکی نشون داده که از درمان‌های مکمل برای دیسمنوره نوجوانان و یا قبل از منوپوز، در صورتی که دیسمنوره بر اثر یک مشکل ژنیکولوژیک مانند اندومتریوز نباشه، میشه استفاده کرد. عرض کنم حضورتون، اولیش طب سوزنی در سال 2011 یک متاانالیز که شامل 6 مطالعه کلینیکی بود نشان داد که طب سوزنی بسیار موثرتر بوده تا دارونما. طب سوزنی از آنتی انفلاماتوارهای غیر استرویدی و یا گیاهان چینی هم موثرتر بوده. محققین تصور میکنند که مطالعات دیگری برای اینکه از طب سوزنی به عنوان درمان دیسمنوره استفاده بشه لازمه، ولی با این حال National Institute of Health در آمریکا و سازمان بهداشت جهانی قبول دارند که چندین مطالعه مؤثر بودن طب سوزنی رو برای درمان دردهای قاعدگی ثابت کرده. ویتامین ای. دو مطالعه علمی همراه با گروه شاهد و دارونما که برای 378 نوجوان که از دردهای قاعدگی رنج می بردن نشون داد که مصرف 500 واحد ویتامین ای در روز به مدت 5 روز که 2 روز قبل از شروع قاعدگی مصرف بشه باعث کم شدن سمپتوم ها میشه. و در یک مطالعه دیگری که اخیراً انجام شده، مصرف 400 واحد ویتامین ای نشون داده که به غیر از عوارض قبلی میگرن های مربوط به قاعدگی را هم آروم میکنه.
عرض کنم سه تا مطالعه دیگه که توسط همین گروه انجام شده، این ویتامین ای به مدت 2 تا 4 دوره، 4 دوره پریود قاعدگی انجام شده و نشون داده که به غیر از سردرد عوارض دیگر هم کم میکنه. روغن ماهی، یک مطالعه اپیدمیولوژیکی که در دانمارک بر روی 181 خانم انجام شد که قبلا هم عرض کردم، نشان داد که رابطه ای بین اسیدهای چرب امگا 3 و دردهای قاعدگی وجود داره. در یک مطالعه دیگری که توسط همین گروه که بر روی 42 نوجوان انجام شد، نشون داد که روغن ماهی یا یک رژیم غذایی سرشار از امگا 3 میتونه باعث آرام شدن دردهای مربوط به دیسمنوره بشه. مطالعه دیگری که با گروه شاهد که دارونما دریافت کرده بودند، نیز آثار مفید امگا 3 رو نشون داد که بر اثر خواص آنتی انفلاماتوار این امگا 3. روغن کریل، کریل یک حیوان دریایی از خانواده کروستاسه که شبیه یک میگوی کوچیکه و حاوی مقدار زیادی امگا 3، در یک مطالعه با گروه شاهد که بر روی 70 بانو انجام شد و آثار درمانی روغن ماهی و روغن کریل را با هم مقایسه کردند که ببینن اثرشون بر روی دردهای قاعدگی و سندروم نزدیکی قاعدگی چیه، مطالعات نشون داد که روغن کریل برای آرامش سمپتوم های دیسمنوره و همینطور عوارض احساسی روانی همراه با سندروم نزدیکی قاعدگی که به فرانسه بهش میگن پرومانسترل بسیار موثر تر بوده تا روغن ماهی. رژیم غذایی در این مطالعه تحت کنترل بوده و برای گروهی از بانوان این رژیم به تنهایی دارای آثار بسیار مثبت بر روی سمپتوم های اونها داشته. پینکوژنول، در یک مطالعه با گروه شاهد که بر روی 116 خانم انجام شد، مصرف 60 میلی گرم پینکوژنول که از پوست نوعی کاج که بهش میگن، اینجا بهش میگن پین ماریتیم، به دست میاد، به مدت 2 پریود باعث شده که در هنگام دردهای شدید احتیاج به داروهای ضد درد خیلی کمتر بوده و در یک مطالعه بدون گروه شاهد هم نشون داده که مصرف 30 میلی گرم از این پوست درخت، از این پینکوژنول در روز به مدت 3 پریود قاعدگی میتونه دردهای شکمی همراه با قاعدگی رو دردهای شکمی همراه با قاعدگی رو کم بکنه. عرض کنم حضورتون منیزیوم، منیزیوم باعث شل شدن عضلات و مخصوصا عضله رحم میشه و مصرف کامل کننده های منیزیوم میتونه کمک به کم شدن سمپتوم های دیسمنوره بکنه و در حال حاضر فقط 2 مطالعه کنترل شده انجام شده. یک مطالعه برای 82 بانوی که از دیسمنوره رنج میبرده نشون داده که منیزیوم 1 روز قبل از شروع رگل و در 2 روز رگل تجویز شده و باعث کمبود درد شده، ولی اطلاعات به دست آمده در حال حاضر کامل نیست که بتونیم بگیم مقدار مصرف روزانه منیزیوم چقدر باید باشه.
تحریکات الکتریکی پوست بهش میگن تنس، و این تحریک الکتریکی پوست توسط قرار دادن الکترودهای روی پوست در محل عبور عصب ناحیه دردناک یا روی محل دردناک یا روی نقاط طب سوزنی که توسط پزشکان چینی انجام میشه. نتیجه این مطالعات زد و نقیزه و فقط میشه گفت که در کوتاه مدت بر روی دردهای قاعدگی مؤثر بوده. یه گیاهی هست که در فرانسه بهش میگن اشیله میلفوی، من فارسی که پیدا کردم براش بوده بومادران هزار برگ. کمیسیون ای قبول داره که این گیاه در دردهای قاعدگی مؤثر بوده و آزمایشات این ویترو، یعنی در آزمایشگاه، در لوله آزمایشگاه و روی حیوانات نشون داده که این گیاه دارای خواص آنتی اسپاسمودیکه و در نتیجه خب مؤثره. یه گیاهی هست که فرانسه بهش میگن اکته اگرپ نوار، هرچی گشتم فارسیش رو پیدا نکردم. گرپ نوار میشه انگور سیاه، ولی اکته اگرپ نوار نمیدونم چیه. کمیسیون ای تایید میکنه که این گیاه برای درمان دیسمنوره مفیده، ولی اکثر مطالعات انجام شده بر روی این گیاه برای درمان سمپتوم های منوپوز انجام شده، نه برای درمان دیسمنوره. یک گیاهی هست که به فرانسهش میگن فنوی، فارسیش من پیدا کردم یه رازیانه. به طور سنتی برای درمان دیسمنوره به کار میره. گویا این گیاه دارای نوعی عکس العمل استروژنیک هست. عرض کنم حضورتون یک گیاه دیگری هست که بهش میگن سول بلان. توی یک دیکشنری قدیمی من میگه این نوعی بیده. فعالترین عنصری که در پوست این درخت وجود داره بهش میگن سالیسین، که در بدن تبدیل میشه به سالیسیلیک که از اون آسپرین درست میکنن. آسپرین هست اسید استیل سالیسیلیک، و دارای خواص ضد درد شناخته شده است. شیره پوست این درخت دارای اثر کمتر و کوتاه مدتتر از قرص آسپرینه، ولی در عوض آثار ناخواسته اون را هم نداره. دستکاری مهره ها، دستکاری ستون مهره ها در نواحی گردنی، پشتی و کمری برای رهایی گیرکردگی های عضلانی استخوانی. معمولا اینا کایروپراکتورا یا استئوپاتا میگن اینجا یا استخوان گیر کرده یا عضله گیر کرده. بنده هم از اونا از گفتگوی اونا استفاده کردم، نوشتم گیرکردگی های عضلانی استخوانی. معمولا در کایروپراکسی و استئوپاتی و فیزیوتراپی به کار میرن، ولی در بعضی از خانم ها میتونه باعث آرامش دیسمنوره بشه. مطالعات نشون میده که این درمان ها فقط آرامش به بیمار میدن، نه بیشتر. یک مطالعه کردن با درمان واقعی و درمان غیر واقعی، دیدن زیاد اثری فرقی با هم نداره. یک متاانالیز که در سال 2006 انجام شده نشون میده که این درمان ها از نظر علمی مؤثر نیستند، ولی خطری هم ندارن. عرض کنم حضورتون چند داروی سنتی هم خدمت رو عرض کنم و که برنامه رو باش به پایان برسونیم. یکی هست دانه های انت. جویدن 3 گرم دانه و یا 2 قاشق چایخوری دانه
که به خوبی آرد شده و برای اینستاگرام باید یک فنجان آب داغ روش بریزیم و سه بار در روز استفاده بشه. چای گلهای خشک شده سوسی، سوسی را من هرچی گشتم فارسیشو پیدا نکردم، 1 تا 2 گرم گلهای خشک شده این گیاه در 150 میلی لیتر آب داغ جوشان باید 10 تا 15 دقیقه بمونه و 3 فنجان در روز به مدت حداکثر 2 هفته. چای بابونه آلمانی، بهش میگن کامومی آلماند، این رو راحت میتونین در تمام مغازه ها تهیه کنین، آرام بخش هم هست. 1 قاشق غذاخوری در حدود 3 گرم گلهای خوش شده این گیاه را در 150 میلی لیتر آب داغ جوشان به مدت 5 تا 10 دقیقه قرار بدید، 3 تا 4 بار بنوشید و یا 30 تا 100 گرم گلهای خوش شده رو در 1 لیتر آب جوشان بریزید، بذارید خنک تر بشه، بعد 1 پارچه رو چند بار تا کرده در اون فرو ببرید و اون رو به صورت کمپرس زیر شکم بذارید. مواظب باشید که داغ نباشه که بسوزه. اصلا برنامه ما تموم شد در اینجا. یک مسئله رو که همیشه عرض کردم بازم تکرار میکنم، این برنامه برنامه آموزشیه و اگر مشکلی دارید حتما به پزشک مراجعه کنید، اگر داروی میخواد مصرف کنید حتما به پزشک مراجعه کنید و اگر از این طب مکمل و گلها و گیاهانی که خدمتتون عرض کردم، من مخصوصا دوز اینها رو نگفتم چون دوز اینها نسبت به وزن، نسبت به سن، نسبت به هیکل خانم ها فرق میکنه و اگر میخواین از این گیاهان استفاده کنید حتما با متخصص گیاه درمانی یا متخصص ناتوروپاتی مشورت بکنید. هیچ دارو و هیچ گیاهی رو سر خود استفاده نکنید. همونطور که عرض کردم برنامه من اینجا تموم شد و بار دیگر از همیهنانی که لطف میکنن به این برنامه توجه میکنن و همینطور از آقای بهبهانی بسیار متشکرم. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم که به قول شاعر تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد.